په خیر اخلي د کوم متدینو درملنه اسانه ده او سرکه د کوم متدینو درملنه ستونزمنه ده؟ لکه د کوم درملنه چې لکه هغه ناروغان چې هغه مواد مخدر استعمالوي چې لکه عادي مواد مخدر وي، لکه مثلا سګریټ شو، نسوار شو، شراب شو یا چرس شو، دا په کور د په کور باندې ښه په اسانۍ سره تداوي کیږي او زر کیږي. خو هغه اشخاص چې هغه لکه پوډر، مفتلین او یا نور پیشرفته مواد مخدر استعمالوي او د اوږد مهال دپاره استعمال کړي وي او د هغې په ژوند کې ژور هغې په وجود کې ژور تغیرات منځته راوسي وي، هغه موږ په کور دننه نشو طی کولی. هغه موږ په هغه چاپخانو کې چې هغه مجهز وي هلته بستر کیږي، ځکه د هغې رواني او عصبي تکالیف ورته پیدا کړي وي، هغه هم تداوي کیږي. نو هغه عصبي تکالیف او دا قسم مواد مخدر چې کوم دی، دا په کور دننه نه تداوي کیږي، بلکې په شفخانه کې تداوي کیږي. تداوی معتدین در چند مرحله صورت میگیره و در کدام موسم سال آسانتر و موثرتر میباشه؟ معتدین در هر فصل سال باشه تداوی زو موثرتر است، اما به وقت و زمانش صورت بگیره و دارای پنج مرحله است و دی پنج مرحله یک معتاد تداوی می شود. اولین مرحله ایزی قبل از آمادگی است. یک مریضی که معتاد باشه چه قسم آمادش می شود. قبل از آمادگی که او را باید از جایش بگیری و ببری در مرکزش و بعد از اون مرحله آمادگیش است که آمادگی برش می گیری. چرا؟ به خاطر ازی که تا خود تداوی معتاد شخص معتاد که است، این معمولا در مجموع ما تنها تداوی و نمو مواد مخدره که در باعث اختلال سیستم های وجودی میشه تنها او را تداوی نمی کنیم، بلکه ما می خواهیم که مکملا که بالای روان روح زی و تاثیرات منفی گذاشته و بالای اعصاب زی تاثیرات منفی گذاشته، بنان ای باید تداوی شود. مثلا امی مواد مخدر وقتی که در وجود انسان در مغز انسان یک هورمون است که به نام هورمون اندورفین هورمون یا نامیده میشه، وقتی مقدار یا سویزی کاهش پیدا میکنه شخص تمایل پیدا میکنه به طرف مواد مخدر و مواد مخدر به خاطر استفاده میکنن که یک خوشی کاذب در وجود زی ایجاد بکنه. بناهن ما میخواهیم که اینمی سویه هورمون اندورفین به داخل دماغ ازدیاد یابد. از اون خاطر است که اکثرا ما میگیم که شما به جوانا توصیه میکنیم که ورزش بکنین به خاطر که طرف مواد مخدر رو نیاورین. از اون به خاطر که ورزش یگانه راهی است که مقدار هورمون اندورفین به داخل دماغ به مقدار بیشتر ترشح میکنه. و مسئله دومی که است که خداوند گفته که شما در هفته دو روز روزه بگیرید که روز دوشنبه و چهارشنبه، یک فایده روزه اینمیست که اینمی هورمون در داخل دماغ ترشح میشه و انسان تمایل به مواد مخدر نمیکنه. بنابراین در مرحله ای که ما به خاطر تداوی میکنیم، یکی قوتی که یک شخص معتاد میشه در این وقت جاندردی بی نهایت زیاد میباشه و همچنان بیقراری در وجود انسان جاگزین میشه، بسیار زیاد بیقرار میباشه. بنان از یک طرف ما باید برزی ادویه های را استفاده بکنیم که اعصاب زی آرام شوه و خواب آور باشن، و از طرف دیگه که باید در وجود زی این مواد مخدر مرفوع شوه، چون این مواد مخدر یک خاصیت ضد درد داره، وجود زی را راحت می سازه، عضلات نرم می سازه، دردها را خاموش میکنه، ذهن آرام میکنه. به خاطر زی که دوای اعصاب دادیم ذهن آرام کردیم، به خاطر رفع درد زینا ما باید از ادویه ضد درد استفاده کنیم تا این ادویه از وجود زی درد بکشه. چیز سیمی که بسیار مهم است، این مریضا تنها به این دو مرحله نمیشه، مرحله سیم باید به دونمو ساحی که تداوی میشن برای اینا پروگرام های داشته باشیم که اینا مصروف شوند، اینا خوش نگاه داشته شوند. چرا؟ وقتی که ما با هر مریضی که معتاد باشه مصاحبه میکنن، میگه از دست بیکاری رو آوردن با مواد مخدر. بنان بیکاری یک سبب عمدی زینمی چیز است، ما باید در پالویزی که تداوی میکنیم اینا را مصروف نگاه بکنیم، در مو ساحی که تداوی میشه مثلا ما پروگرام های تفریحی برای زینا داشته باشیم. در عمل یک تداوی مهم نیست که ما صرف دوا را برش بتیم، در مقابل با عضو رویه کردن و جامعه و همچنان فامیلی زور فاماندن که ایره من حیث یک انسان قبول بکنیم، من حیث یک انسانی که با شخصیت باشه قبول بکنیم. به خاطر که وقتی که یک شخصی معتاد باشه هیچ کس او را به نظر انسان با شخصیت فکر نمیکنه، بر زو بسیار یک نظر بسیار سبک میکنن. بنان بارزو یک روش بسیار باید شایسته صورت بگیره و روشی صورت بگیره که بسیار مهذب باشه و روشی صورت بگیره که او احساس کنه که مرا من حیث یک شخصیت میپندارن و قبول میکنن. وقتی که اینا در جامعه مکس میشه، مختل میشه و در جامعه یک جا میشه و یا احساسی زیرا پیدا بکنن که نه ما جزء جامعه هستیم، بنان در او وقت اینا پس دوباره به طرف مواد مخدر نمیان. پس در یک بخش تداویزی بسیار مهم است که هم جامعه
نفع مانده شوه، هم اعضای فامیلیزی که بارزی بعد از تداوی چه قسم روش شوه و چه قسم قضی رفتار شوه و به کدام شیوه امراضی حرف زده شوه. اما بدبختان در جامعه ما چیزی که خراب است تانه است و این تانه اگر او یک حرفی را زد در خانه بنان ما یک دفعه از دهن ما میداره برو پودری نیشه‌ای مواد مخدره استفاده میکنی، این حرفای است که ایره دوباره مجبور میسازه که به طرف مواد مخدر رو بگردانه. بنان بسیار لازم است که در بخش تداوی یک جزی بسیار مهم ایژوکیشن و یا تعلیم دادن به خود فامیلیزی و همچنان به جامعه و کسایی که در گرد و پیشیزی است و برای خودیزی. چیزی چهارمی که است، پنجمی که است، اوی است که وقت مینتیننس یا چه قسم ما بتانیم که مینتیننس ادامه بدیم. مثلا امارات اسلامی در آخر میبینیم که به تعداد زیادی کسایی که معتاد بودن بردن در مراکزش تداوی کردن، انال تداوی شد بالکل. اما چیز مهمی است که تداوی زی چطور میشه، مینتیننس زی چطور میشه. مینتیننس به این معنی که ما باید به این افراد زمینه کار مساعد کنیم و این اشخاص باید تعقیب شود که دوباره به مواد مخدر رو نیاورند، به خاطر که چندین بسیاری از این مریضا ایتر شده که وقتی تداوی شدن یک ماه، دو ماه، سه ماه، چهار ماه از مواد مخدر استفاده نکردند، اما بعدن دوباره به طرف مواد مخدر رو آوردن. یک علتش هم بیکاری است، علت دومش هم این است که ما در خود جامعه ما در فامیل با او روی زشت کردن. وقتی که این چیزا رو ما اصلاح کنیم و مینتیننس و تعقیب زورا به تعقیب زو شویم، میتونیم که از این پدیدی خراب و از این پدیدی بی‌نهایت کثیف یارا مجزا کنیم و از این نجات پیدا کنه. ډاکټر صاحب، ممکنه ده چې د روغ دې درملنه په روغتون کې له بستر کېدو پرته وسي؟ دسته چې هغه کسان چې هغه په مواد مخدر د کلونو کلونو دپاره معتاد وي، هغه ناممکنه ده چې په کور دننه وشي. خو یو د دې په تداوی کې دا هم ډیر مهم دی چې خپله دغه د شخص عزم او همت پورې اړه لري چې هغه څومره دې ته اماده دی چې دغه مواد مخدر پرېږدي. یو هغه کسان دي چې اوس مثلا دغه اوس مونږ احتیاط کله مونږ په مجموع کې د احتیاط کلمې نوم اخلو، نو یو سړی په سګرټو هم احتیاط دی، نسوارو باندې هم احتیاط دی، او همدارنګه شرابو سره یا نور د نشه یي توکو سره. اوس هغه کسان چې لکه سیګریټ، نسوار، شراب یا دوی کولی شي چې په کور دننه ځان ته جدی سو دمیږي، عزم قوي مصمم ونیسي او په کور دننه تداوی شي. یا یو شخص دی هغه چرس کی، چرس هم چې دی دا په مواد مخدرو کې راځي او نشه یي توکي دي. هغه یو چرسي سړی کولی شو مونږه چې په کور دننه هغه چې دی سو دمیږي تداوی کو. اما هغه مواد مخدر لکه تابلیت کا یا هم چې دی هیروین یا هم شیشه، دا داسې مواد مخدر دي چې د هغې په وجود کې هغې په دماغ کې چې دی عمیق تغییرات راوستي دي. نو بناً کله چې دغه مواد مخدر پرېږدي، د دوی په وجود کې ډېر تغییرات او سیستمونه تغییر خوري او د هغې په وجود کې نارامتیا او همدارنګه دردونه پیدا کیږي، او داسې دردونه چې هغه د هغې ته قابل د تحمل نه وي. نو بناً که چیرې مونږ داسې یو مرکز ونه لرو چې هغې کې دوی بستر نه شي او هغه تداوي نه شي، دا مونږ نه شو کولی، ځکه دا مواد مخدر په کور کې نه تداوي کیږي، بلکې دا په شفخانو کې تداوي کیږي. صرف مونږ کولی شو چې د تابلیت کا والا مریض او همدارنګا د چرس او یا سیګریټ، نسوار وغیره د خلک چې دی سره مشورې وکړو دوی باندې، او دوی ته هغه دواګانې ورکړو چې هغوی ته لږ آرامش ورکړي، هغه پرېغوستې شي. اما داسې مواد مخدر چې هغه پیشرفته یي لکه مفتالین په خپله یو مواد مخدر دی چې په دویم جنګ د جهاني کې د اساکرو دپاره د دې دپاره چې دوی ډېر زړور شي، خوب یې ونیسي او دوی همیشه ځان قوي احساس کړي، دا ډېر زیات استفاده کېدل چې بالاخره دغه مفتالین په شکل د شیشه راغله، او اوس نه عادي خلک چې دی په شکل د شیشه باندې دغه د دویم جنگ جهانی هغه تحفه و چې دغه نه تنها افغانستان بلکې د ټولې دنیا خلکو ته چې دی در پاتې شو. د هغې په نتیجه کې دغسې دواګانې چې کومې دي یا دغه هیروین چې دي، دا باید په شفخانو کې تداوي شي، په کور دننه ده نه تداوي کیږي. خانواده ها چی کنند تا عضو خانواده متادشان راضی شوند برای تداوی؟ از همه کده مهمتری است که یکی تداوی عضو معتاد است و یکی با او روش است. شریعت برای ما میگه و انک لعلی خلق عظیم، بهترین اون است که اخلاق خوب و نیکو داشته باشه و با مردم روش نیک داشته باشد. در جای دوم می فرماید خیر الناس من ینفع الناس، بهترین انسان او است که نفعش به یک انسان دیگه برسد. چیز سیم حدیث شریف است که میگن المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدیهی، مسلمان شخصی است که از زبان و از دست او مسلمان دیگه به امان شود. آلی معتاد اعضای فامیل ماست، وقتی که اعضای فامیل ماست ما باید با او روشی کنیم که بسیار یک روش پر محبت، روش
پر از خلوصیت وقتی که با او روش محبت میکنیم و او را به انحیث یک شخص با وقار و با شخصیت او را قبول میکنیم، او احساس میکنه در داخل خود. وقتی که احساس کرد، او دوباره به طرف مواد مخدر رو نمی آورد. دوم، ما باید هیچگاه در داخل فامیل خود به او شخصی که معتاد است دوباره او چیزهای یا کارهای یا اعمالی که در سابق سیبری شده او را برش یادآوری نکنیم و پس به رویش نکشانیم به شکل طعنه. اینمی به روی کشاندن او را وادار می سازد که پس به طرف اونمو مواد مخدر که در سابق استفاده میکرد پس رو بیاورد. بناهن روش انسانی و روش نیک و روش خلق خوب و زبان نرم و زبان نرم استفاده کردن در خود تداوی و دوباره به رو نوردن معتاد بسیار رول مهم داره، نه تنها در با فامیل بلکه این مسئولیت جامعه ماست که در جامعه، در کوچه، در مسجد، در سرک، در هر جایی که باشه این شخص بسیار عزت بتن و این شخص معزز فکر کنند و بر زو احترام قائل شوند. وقتی که احترام قائل شد و ایش خودی روش اسلامی ما شماست که ما باید به هر شخص احترام قائل شدیم. وقتی که احترام قائل شدیم این شخص خوش میشه و من حیثیتی فکر میکنه که ما آل در اینمی جامعه دوباره گنجانیده شدیم. وقتی که او در این جامعه دوباره گنجانیده شد رو به طرف مواد مخدر نمه. اما اگر ما روش های منفی را اختیار بکنیم، چون در افغانستان روش های منفی نسبت به جنگ های 40 سال بیشتر شده، هر چیز ما منفی فکر میکنیم، اینمی روش های منفی این شخص معتاد را دوباره به طرف تجرید میکشانه و از جامعه و از فامیل تجرید میشه. وقتی که تجرید شد واضح است که دوباره به طرف امور رفقای سابق خود که مواد مخدر استفاده میکرد پس به اون طرف رجوع میکنه و دوباره مصاب مواد مخدر میشه.